صدای آبادی. سلام شنونده های عزیز برنامه صدای آبادی. در محلی که زندگی می کنید و یا خانه خود دختران را دیدید که در سن کم عروسی کرده باشند، دخترانی که در سن کم عروسی می کنند در خانه خسر دچار چی مشکلات می شوند؟ مشکلات زیاد داشتم، کم خون شده بودم، احساس کسالت زیاد می کردم. علت این مشکلات کدام هن؟ به خاطر حل این مشکلات خانواده ها چی کرده می توانند تا دخترانشان در سن مناسب عروسی کنند و فایده آن چیست؟ شما میتونید جواب به این پرسش ها را در برنامه حاضر صدای آبادی با من میراقا اعتبار بشنوید. هر انسان در زندگی خود مسئولیت های دارد. به همین قسم دخترانی که عروسی میشوند در این موقع به مسئولیت هایشان افزوده میشود، چون غذا پختن، لباس شستن و پاککاری خانه، نشست و برخاست با افراد خانه خسر یا به اصطلاح عام خسرخیل، مواظبت از اطفال و یا دیگر کارهایی که مربوط به یک خانم میشه باید انجام بدهند. اما در بعضی مناطق دختران در بسیار سن کم عروسی میکنند و همین عروسی در سن کم باعث میشه که در خانه خسر دچار مشکل شود. ای که چی مشکل در این مورد از چند تن مشنویم. 14 ساله بودم عروسی کردم، مشکلات پیدا شد. ضعیف بودم، دخترم یک استخوانات نرم بود، که میگفتم خون هستی، سرم درد میکنه، بیخی تو پازاب میشم، دشتکم غلوم غال میکنه دیگه، بیخی دیگه بتر میشم، تکلیف روانی پیدا شد. 15 ساله بودم کرسی کردم، صنف نوی مکتب بودم، دیگه وقت کرسی کردم دیگه بسیار خرد بودم، نمیفهمیدم، مشکلات سی برم پیدا شد. بالاخره بچه یک اولم تولد شد. مشکلات زیاد داشتم، کم خون شده بودم، احساس کسالت زیاد میکردم، خودمام جسدن خورد بودم. بسیار مشکلات بچه یکم تولد شد. مرا شو خوامی بود، بچه ام گریه میکرد، اصلا نمیخیستم، خوشویم از خانه گریهش هم میشنید میامد. من خودم مدرسه که در خواب جوانی بودم، هیچ نمیفهمیدم صدای بچه من. بسیار مشکلات واقعا در زندگی زیاد مشکلات دیدم. خمیر میکردم، خمیر در دستای میچسبید. دیگه پخته کردن خب یک دو بار سه بار از پیش اومد، من خراب میشد یا میسوخت. یک دختره که بود 14 سالش بود، اون مرد که ایره میخواست بگیره 35 36 سالشان بود و بالاخره عروسی شد، رفتن خانه شوهر خود و در اونجا این دختر اصلا هیچ چیز رو بلد نبود. ننو از یک طرف میگفت، خوشو از یک طرف میگفت، خود شوهرش از یک طرف میگفت و دیگه پولی از یه ورش از یک طرف. خب مشکلات خانوادگی فوق العاده زیاد بود. بالاخره دخترک یک طفلک به دنیا آورد 7 ماهه، فوق العاده خونریزی شدید داشت، کمبود آهن گرفت، کمبود کلسیم گرفت، بسیار رنگ زار ضعیف شد. بالاخره یک روز شد که دیدیم که غال مغال شد. کلاگ رفت گفت چیکار پس دخانی از رفت سعی کنیم که دخترک به سر خود تیر پترول انداخت، آتش زده خود فوت. زندگی انسان به تعلیم و تربیه، روابط و تجربه استوار است. آموزش و پرورش وقت مناسب و تسلسل می خواهد. از همین سبب بعضی دختران که در سن کم عروسی می کنند، آنها نمی توانند به درس‌های خود ادامه بدهند و ساحه تعلیمی به دور می مانند و زمانی که در خانه خسران پا می مانند دچار مشکلات مختلف می شوند. حال بیایید علت پیدایش مشکلات را از چند تن بشنویم. یکی از علتهایی که ما حال به حساب اقدامند استم ای بود که واقعا خودم طفل بودم، باید خانواده ما از ما مواظبت میکردن تا ای که ما به سن قانونی خود میرسیدم. به حساب خانواده که بود که دایش خسرم بود، خوشویم بود، ننوایم بود، ایوارم بود، از اونا ما مواظبت کنم، مجبور بودم که کار کنم. ما پدر مادرم ملامت میکنم بخاطر که میگم ما سر از اونا حتما بار بودیم. دختر خانم ها همیشه با مشکلات متعدد مواجه می باشه. این که اینا تجاربی برای زندگی کردن نداره، او زیانهای متعدد با بار می آره و باعث از همگسیختگی زندگی زناشویی و فامیلی می گرده. از ما از ایوزن می بیاد آزادیش، از سند خود آرسی کرده که وقت مشاری نبود، سرشن با قامت رضایی دید که ایران بانی به عقل بود. اگه تو به عقل شاری نبود که شاور زن کرد، به اطلاعی میکردی، درگویی میکردم، چی میگفت دیگه؟ 14 سالو بود، 15 سالو کی به عقل شاری بشیداری بخانداری بخسر و بخشی و چی میفهمه؟ عروسی دختران در سن کم باعث پیدا شدن مشکلات صحی نزدشان و بعض مشکلات اجتماعی نیز میشه. او تعداد دخترانی که در سن کم عروسی میکنن توان انجام کارهای خانه خسر را ندارن و یا هم در موردش آگاهی ندارن، طوری که از تجربه کافی برخوردار نیستن و جسمشان هم توانایی کارهای بسیار خانه را ندارد و گاهی هم او نمیفهمد که با خسران خود چگونه رویه کند.
و کدام نکات را در نظر بگیرد. یک تن از کارشناس اجتماعی هم به چند موضوع در این مورد اشاره می کند. یکی از علتهای اساسیه که تصمیم عجولانه خود خانواده است و عدم مقاومت دختر است، که هرچه خانواده تصمیم گرفت اینا مجبور باشن از او اطاعت کنن بدون از اینکه استدلال کنن، حداقل یک چون و چرای منطقی کنن. به این لحاظ بسیاری از کسایی که زیر سن عروسی کده، چون درک و تجربهش از زندگی بسیار کم بوده، تواناییش در برقراری روابط اجتماعی فعال و سالم با دیگران کم بوده، به این لحاظ اینا هم در داخل خانواده خسران خودشان با مشکل مواجه میشن. تا وقتی که آدم به بلوغ نمیرسد، بیشتر تابع احساسات و عواطف طفلانه است. اینمی احساسات و عواطف طفلانه ممکن است موجب شود که بین شوهر و خانم خشونت به وجود بیاید، کشیدگی به وجود بیاید، تیره شدن روابط به وجود بیاید، عدم درک و تفاهم یک دیگر به وجود بیاید و بالاخره همین فضای خانوادگی را خرابتر، تیرتر و پرخشونتر بسازد. دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه صدای آبادی هستید که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه می گردد. اگر در مورد برنامه های تعلیمی ما نظر و یا پیشنهاد دارید، با شماره تلفون 02-240-5101 به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوید. تا اینجا دانستیم دخترانی که در سن کم عروسی می کنند در زندگی دچار مشکل می شوند و چرا ایده خانواده ها دختران خود را در سن کم عروسی می کنند. و حال می پردازیم به این موضوع که اگر خانواده ها دخترانشان را در سن مناسب عروسی کنند، فایده این کار چیست؟ در این باره به حرفای چند تن گوش می دهیم. می خواهیم که دختر تحصیلات خود خلاص کنه و وظیفه خوب پیدا کنه، با دازو بخیر بازارسیش می کنم، چون نوا بتانن که همین زندگی خود به صورت درستان و پیش ببرن. دختر خود مسته امسال 12 خود خلاص کده، آمادگی می گیره به امتحان کانکور. در حال که سن قانونی خودم تقریبا پورا کرده، تا خودش راضی نباشه همیل که سن قانونی خودم پورا کرده، اگر خواستگار بسیار خواستگارم برش می، اما من روی برادرم پای مادیم همیل بسیار زاری کردیم، برادر جان خیر از همی خود دخترکم خواب از خود داره، از خود آرزو داره، باش که همی آرزوهایش برآورده شد، بالاخره اگر راضی بود حتما چرا نی، مگر با وجود از این مسئله از این ظلم نمی کنم که بگویم نی، این برادرم خواستگاری آمده بیگی. اسم ما مرغله را به نیس یک مادر، ما امی تصمیم فعلا دارم که دخترایم و بچایم به اندازه سرپای خود استاد شوند که هیچ گاهی احساس کمی نداشته، دخترم احساس نکنه که من نمیتونم مستقل خودم زندگی کنم. یک تن از عالمان دین میگه از نظر دین مبین اسلام دختر باید در سن مناسب عروسی کند و به خوب و بد بفهمد. ازدواج یا نکاح یکی از فلسفه زوده شرط مقدس اسلام تحت گذاری تشکیل یک خانواده است و این تشکیل خانواده بر خود یک تفکر عمیق و یک سنجش دقیق بکار است. از این رو شرط اسلام به خاطر ازدواج 4 شروطی را وضع نموده. نخست اسلام است، عقل است، بلوغ است و حریت است. در سوره روم در آیه 21 خداوند جل و علا شانو چنین می فرماید که یکی از نشانه های قدرت ذات پروردگار خلقت زن است از وجود مرد، به منظور این که لتسکنو الیها، که در جنب ازو در پهلوی ازو سکونت را اختیار بنماید. این سکونت را مفسرین چندین نوع تفسیر کرده، سکونت فیزیکی، آرامش فکری، روانی و غیر ذلک. فلهذا کسانی که دختر خدا و خواهر خدا در صغارت به ازدواج بتن، این یک اشتباه بزرگ است، عملی است که مخالف شرط مقدس اسلام است. بعضی خانواده ها میگن که دخترانی که در سن کم عروسی میکنن برایشان مشکل است که با محیط خانه خسر و خسران خود عادت کنن. از سوی دیگر دختری که عروسی میکند باید بعضی مسئولیت های خانه خسر را به عهده بگیرد و آن را به شکل خوب انجام بدهد و از این خاطر دختران کم سن نمیتوانند بار مسئولیت خانواده بزرگ را به دوش بگیرند و مطابق خواست و میل اعضای خانواده خسران آن را انجام بدهند. ولی اگر دختران به سن قانونی برسند، میدانند که به اعضای خرد و بزرگ خانواده خسران چگونه رویه کنند و چگونه مسئولیت هایشان را ادا کنند. من خودم 18 ساله بودم که عروسی کردم، از زندگی خود خوش هستم، یک دختر دارم یک بچه، دفلکایم هم خوب هستن شکر دیگه، صحتمند هستم، در خانه همراه شوهرم خوش هستم، بسند زندگی و کل چیز خود من میفهمیدم، زمین خاطر زندگی خوش است.
ما 25 ساله. یک سال بسیار مناسب بوده برای ازدواج و شوهرم، فامیل شوهرم کلشان راضی هستند. ما به صورت درست میتونم کار خانه خودم کنم و از طفلای خودم مواظبت کنم و همچنان وظیفه که معلمی هستم به صورت خوب انجام بدم. ما در زندگی خود بسیار خوش هستم. خانم من 20 ساله بود که باش عروسی کردیم و حاصل از ازدواج ما یک دانه پسر است. ما زندگی بسیار خوش دارم و دیگه در ضمن این که ما یک ازدواج موفق دارم. زنها میتونه یگانه پشتوانه بسیار قوی باشه برای مردایشان. اطفالش میتونه مردمای اجتماعی باشد. وقتی که ما در خانه یک آرامش نسبی داشته باشیم ما میتونیم یک زندگی خوب و خوش داشته باشیم. هر پدر و مادر آرزو دارد که فرزندانشان در آینده زندگی خوب و آرام داشته باشند. اما بعضی خانواده ها هستند که دخترانشان را در سن کم عروسی می کنند. چون سن دختر کم است و از دنیا خوب و بد چیزی نمی فهمد. به همین سبب در خانه خسران دچار مشکل می شود. تعدادی می گن که دخترانی که در سن کم عروسی می کنند خودشان طفل هستند. از همین سبب به نزاکت ها کارهای خانه و روابط اجتماعی نمی توانند به درستی پی ببرند. به می خاطر در زندگی خود دچار مشکل می شوند و در زندگی خود خوشحال هم بودن نمی توانند. و از سوی دیگر خانواده خسران هم از کارکرد و رفتاری که دارد ناراضی می باشند. اما تعداد خانواده ها به این نکته متوجه شدند که دخترانشان در سن مناسب عروسی کنند و چون می دانند که دختران در سن مناسب عروسی کنند به خوبی می دانند که حق خسر و خشوع و دیگه اعضای خانواده خسران چیست و بعض نزاکت هایی که در خانواده خسران وجود دارد به زودی پی می برند و از این نگاه در آینده به مشکلات جدی در زندگی خود مواجه نمی شوند. شنونده های عزیز، برنامه صدای آبادی را که شنیدید در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده بود. اگر می‌خواهید این برنامه و سایر برنامه‌های ما را هم بشنوید و هم بخوانید با صفحه اینترنتی تجلا.اف سر بزنید.